عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک که بینندگان گرامی، ایمان سلیمانی امیری در برنامه بازشناسی باورها در روز پنجشنبه پنجم مرداد ماه برابر با نهم ماه محرم. بنابر عادت دو برنامه گذشته به بازشناسی زندگانی حسین بن علی خواهیم پرداخت، هرچند قصدم این بود که این بازشناسی در سه جلسه به اتمام برسه، ولی ظاهرا دو جلسه دیگر هم ما در خدمت شما بینندگان گرامی خواهیم بود و امیدواریم که در این سلسله برنامه های پنجگانه بتوانیم جنبه هایی از زندگی حسین ابن علی رو روشن کنیم، آنجایی که هم با مسائل روز مربوط هست و همین که میتواند به بازشناسی برخی مؤلفه های اعتقادی ما یاری برسانه. بسیاری از مؤلفه هایی که سبب شده ما از برخی شخصیت ها الگوسازی بکنیم یا سعی کنیم به دنبال مصادیقی همانند اونها در زندگی خودمان بگردیم. بنابراین از جلسه قبل نکته ای رو که نیمه تمام مانده بود در این جلسه پی میگیریم و در آینده ادامه خواهیم داد. با آن مسئله بر این است که بیاییم فکر کنیم که اگر حسین ابن علی امروز زنده بود یا تفکر او امروز صورت تحقق می‌یافت، ما با چه جامعه‌ای روبرو بودیم؟ در نوبت پیشین عرض کردیم حسین ابن علی انسانی بوده بنیادگرا، یعنی مصادیق بنیادگرایی رو امروز شما در دولت‌های اسلامی مثل طالبان می‌بینید یا در گروه های اسلامی مثل داعش، به این دلیل که اینها هم معتقد هستند آنچه که در جوامع اسلامی امروز انجام می شود اسلام نیست، بلکه حاکمان یا مردم توسط دولت های خارجی یا فرهنگ غالب جهانی فریفته شدند و از اون اصول اسلامی دور شدند، لذا حلال خدا رو حرام می کنند، حرام خدا رو حلال می کنند، به محرمات دست میزنند و لذا ما باید برگردیم به همان مؤلفه های صدر اسلام. این بنیادگرایی بر همین اساس است، یعنی این گروه ها معتقد هستند ما یک بنیاد و اساسی داریم که در قرآن و سنت نبی است. حالا در میان اهل تسنن سلف صالحه هم به آن اضافه میشه، در میان شیعیان آنچه که از اقوال و افعال امامان بیرون می آید. لذا وقتی شما در هر دوره‌ای به دنبال رفتن به یک بنیانی هستید، به آن گروه هایی که به دنبال آن هستند گروه های بنیادگرا می گویند. هرچند مسئله ارتجاع هم در این داستان نقش داره. ارتجاع یعنی بازگشت به گذشته، همین دلیل یک فنر رو با حالت ارتجاعیش میشناسن، یعنی شما هر چقدر او رو بکشید وقتی رها میکنید برمیگرده به جای اول خودش. این پدیده از این رو اهمیت داره که ما در دوران مدرن با ارزش‌های جدیدی آشنا شدیم که سابقه‌ای در سنت ما نداشت، در دیانت ما نداشت. مسئله حقوق بشر، مسئله سکولاریسم، مسائل مربوط به آزادی های متعددی که در جوامع مدرن وجود داره و انسان ها با توجه به علایق و سلایق خودشون، با توجه به احساسات و امیال خودشون میخوان جوامع خودشون رو اداره بکنن. اما ایدئولوژی یا باورهای دینی وجود دارن که مانع از این کارن. خب نشانه های اون رو در کجا میشه یافت؟ شما میدانید حسین ابن علی یا علی ابن ابی طالب از سوی ایدئولوگ های قبل از انقلاب هم به عنوان الگو و اسوه نشان داده می شدن، یعنی علی شریعتی ها، مطهری ها، بازرگان ها، هر کدام اینها وقتی می خواستن یک مؤلفه ای رو به جامعه تزریق کنن در قالب همین اشخاص می ریختن. در قالب علی عدالت رو می جستن، در قالب حسین آزادگی رو می جستن، در ذهن و ضمیر و سیمای ابوذر به دنبال سوسیالیسم بودن. اما تا چه اندازه اینها قابل صدقه و تا چه اندازه دارای کذب؟ و اگر ما مؤلفه های ذهنی
و عملی این افراد رو بشناسیم چه دست میابیم؟ آیا میتوانیم اونها رو به عنوان الگوهای امروزی معرفی بکنیم؟ اتفاقا ما وقتی گروه های تندرویی مثل طالبان یا داعش رو داریم، که البته تندرویی از نظر کسانی که به ارزش های مدرن باور دارند، وگرنه از نظر اونها اینا تندرویی نیست، اینها مر قانون اسلامی است، نص حکم خداست و اونها معتقد نیستن ما تندرویی. کما اینکه اگر شما یک ماه رمضان رو روزه بگیرید کسی به شما نمیگه تندرویی، اگر شما 17 رکعت نماز بخوانید کسی به شما نمیگه تندرویی، چون اینها همه احکام اسلامی است. بنابراین باید ببینیم حسین چگونه میاندیشه نسبت به آنچه که در یک جامعه وجود داره. آقای زرگری نژاد در کتاب تاریخ عاشورا اشاره میکنه به همین بحث بنیادگرایی حسین. البته او از لفظ بنیادگرایی استفاده نمیکنه، ولی محتوای سخن که ارجاع به سنت و آیات قرآن هست رو در نامه حسین به اهل بصره آورده. ایشان اشاره میکنه، او می نویسد، منظورش حسین ابن علی است، من فرستاده خیش را با این نوشته به سوی شما فرستادم، شما را به کتاب خدا و سنت پیامبرش فرا می خوانم، سنتی که مرده است و بدعتی که احیا گشته است. صفحه 117. همین تعبیر رو آقای محمد ابراهیم آیتی هم داره در کتاب تاریخ عاشورا، ایشون هم به همین مسئله اشاره میکنه. مضمون یک خطبه است که حسین در برابر حر ابن یزید ریاهی یربوعی تمیمی در کربلا داره میخونه برای یاران او بعد از هر نماز. این است که یزید خلیفه ایست جابر و بیدادگر که حرام های خدا را حلال می شمرد و عهد و پیمان خدا را می شکند و با سنت رسول خدا مخالفت می برزد و در میان بندگان خدا راه و رسم گناه و ستمگری را در پیش گرفته است. خب می دونید از نظر یک شخص مؤمن مسلمان ستم آن چیزی است که شما به حکم خدا عمل نمی کنید. ظلم در برابر عدل و عدل آن چیزی که خدا حکم داده، الله امر بالعدل، خدا امر کرده. یعنی اگر در اسلام حقوق زنان نیمی از مردان هست یا در برخی از جنبه های حقوقی سهمی ندارن، این عین عدل خداست. اینکه یک مرد آزاد با یک مرد برده و کنیز تفاوت داره به خاطر عدل خداست. خدا خواسته عده‌ای رو کنیز ببینه، عده‌ای رو برده ببینه و این در قرآن آمده، به رسمیت شناخته شده، در سنت نبی وجود داره. کسانی که به خاطر شرب خمر حد خوردن، کسانی که به خاطر انجام عمل زنا سنگسار شدن، کسانی که به خاطر اعتقاداتشون که از اسلام برگشتن به عنوان مرتد کشته شدن، اونا در سنت پیامبر اسلامه. و اگر شما به اینها عمل نکنید ظالمید، ستمگرید. یعنی ظلم و عدل از نظر حسین در این کانتکست قابل فهمه، نه اون چیزی که ما میبینیم امروز. شما میگید هر کسی به دین خود، نه، در صدر اسلام این گونه نبود که هر کسی به دین خود باشد. شما اگر امروز مسلمانید فردا نمیتونید از اسلام دست بکشید. شما اگر زنید نمیتوانید هر گونه که دلتون خواست رفت و آمد بکنید. همه چیز در یک ضابطه میگنجه که از نظر خدا و رسول عدله و اگر شما ظلم کنید مجازات خواهید شد، هم مجازات دنیوی و در برخی موارد مجازات های اخروی. در درون این سنت هست که شما اگر به کتب اربعه شیعه نگاه بکنید، کودک رو از سن 6-7 سالگی باید به او آموزش نماز بدید، وضو بدید. شیخ صدوق به صراحت آورده که اگر کودک شما سرپیچی میکنه او رو بزنید، تنبیهش بکنید. یک کودک رو. چرا؟ چون این زدن از نظر خدا عدله. زدن زنان در آیه 34 سوره نساء عدله. چرا که زن باید تابع شوهر باشه.
بنابراین اگر حسین صحبت از عدل میکنه، نباید فکر کنیم که منظور او از عدالت همین عدالتی است با ارزشهایی که امروز ما میفهمیم. وقتی صحبت از ستم میکند، ستم یعنی آن چیزی که ما امروز میفهمیم. نه، امروز ما مطالبه مردان از زنان در عمل جنسی رو اگر مورد مطالبه خود زن نباشه جرم‌انگاری کردیم. یک مرد حق نداره این کار رو بکنه، یک مرد حق نداره فرزند خودش رو بزنه. ما عدل الهی این است که شما میتونید کنیز داشته باشید، برده داشته باشید. موجودیت حقوقی یک انسان رو ازش بگیرید، اینا عدل خداست، چون حکم قرآنی است، سنت نبوی است. پس وقتی حسین اشاره می کند که من به دنبال احیای دین جدم هستم، به این معناست که آنچه که در دوران معاویه رخ میده یا در دوران یزید یک تساهل مذهبی است. یک حرامی رو حلال کردن، حلالی رو حرام کردن، یا سهل‌انگاری کردن، توجهی نکردن. و ما داریم در دوران معاویه و یزید مردم نماز خودشون رو می خوندن، حج خودشون رو به جا می آوردن، کسی به اونا کاری نداشت. شما یک نمونه سراغ ندارید که معاویه و حسین دستور قتل مرتدان و گروه های دیگر رو داده باشن. نه، اما بارها دیدیم علی کسانی رو که به نوعی مرتد شدن گردن زد. پیامبر اسلام دستور قتل مرتدان رو داد. برای معاویه و یزید بله اختلافات سیاسی مشکلاتی رو ایجاد میکرد، اما اونها روی تساهل و تسامح داشتن، یعنی سعی میکردن تا حدودی با مقتضیات روز حرکت کنن. ولی میبینیم حسین اینها رو نمیپذیره. اینکه اشکال میگیره بر یزید که یزید سگ بازی میکنه، میمون بازی میکنه، به این دلیل است که سگ در میان اندیشه اینها نجسه. شما نمیتونید با سگ بازی بکنید، یعنی آن چیزی که امروز شما در جهان غرب میبینید، با حیوانات مهربانن، سگ نگهداری میکنن، ولی شما میدونید پیامبر اسلام دستور داد سگهای مدینه رو بکشن. حسین هم از همون طرز فکر داره، یعنی اگر حسین امروز زنده بود همون کاری رو میکرد که شهرداری های بسیاری از شهرهای ایران کردن که یک مدتی سگها رو نابود میکرد. خب این فیلم ها رو همه رو ما دیدیم در این فضا، و این رفتار رو غیر انسانی و غیر انسان دوستانه و غیر اجتماعی میدونیم، که انسانی به خاطر عقاید خودش حیوانات رو آزار بده. اینکه حسین ایراد بر یزید میگیره که او سگ بازی میکنه، اگر امروز میبود در خیابان هم اگر میدید جوانی سگ گردانی میکنه، بانوی سگی داره، اون سگش رو میگیره و میبره و میکش، چون مذمومه. همین مسئله حجابی که ما امروز داریم، شما برید نگاه بکنید به زندگی پیامبر اسلام و دیگران، که زنان باید قرین خانه باشن، با صدای بلند صحبت نکنن، در اجتماع نقشی بازی نکنن. از این دست روایات خیلی داریم. پس عجیب نیست که اگر حسین امروز زنده بود، شما اون رو در قامت دولت اسلامی داعش یا طالبان میدیدید. حالا جمهوری اسلامی به دلیل معذوریت هایی که داره نمیتواند دست به این کار بزنه. از اون طرف هم مردم ایران مردمی هستن با یک سابقه مبارزاتی که تن نمیده، وگرنه جمهوری اسلامی هم میخواد مثل حسین ابن علی باشه، مثل خود علی ابن ابی طالب باشه، اما دستش بسته است. نه اینکه نمیخواد، نه اینکه حکومت امروزی است به ارزش‌های امروزی باور داره، به هیچ عنوان. او به خاطر معذوریت هاست که خودشو نشون نمیده. مستوری بیبی از بیچادریشه. همین جمهوری اسلامی زمانی سنگسار رو بعد از نماز جمعه ها اجرا میکرد، هنوز امروز هم داره اعدام ها رو اجرا میکنه، شلاق میزنه، دست میبره. بنابراین حسین اشاره میکنه که یزید کاری کرده که سنت پیامبر اسلام تعطیل شد. رسول خدا فرموده است که در چنین وضعی با چنین وضعی خلیفه ای هر کس با رفتار و گفتار خود او را باز ندارد و از روش نکوهیده او جلوگیری نکند، بر خدا لازم است که چون این کسی را با آن خلیفه بیدادگر به یک جا برد.
حدود الهی را تعطیل کردند، حلال خدا را حرام شمردند و حرام خدا را حلال دانستند. حالا که این چنین وضعی به وجود آوردند، ادامه میده که شما بیایید و با من به صف کربلا برویم برای احیای سنت اسلامی. آقای رسول جعفریان هم در نامه مردم به اهل بصره به همین مسئله اشاره کرده. به حسین سخن میگه: ما ابتدا سکوت کردیم چون از اختلاف حراس داشتیم، اما اکنون بدعتها ظاهر شده و اساس دعوت من به کتاب خدا و سنت رسول است. به نقل بلازوری امام به رؤسای بصره نوشتند: سنت از میان رفته و بدعت احیا شده و مبنای عمل قرار گرفته، در صفحه 471 کتاب تاریخ خلفا. بنابراین میبینیم که آنهایی که سخن از حسین ابن علی میکنن باید بپذیرن اگر حسین امروز زنده میبود، ما در هر چهار راهی یک چوبه دار یا یک محلی برای ضرب و شتم مردم با شلاق و چیزهای دیگر داشتیم. یعنی همان مقیاسی که شما در مورد داعش یا طالبان میبینید، در این زمان هم اگر حسین ابن علی حاکم بود با همین معیارها جامعه رو اداره میکرد. حداقل از افکار او چنین برمیآید. بنابراین از دل اندیشه های او شما نمیتوانید یک انسانی دموکراتیک با ارزش های امروز که به داد مردم میرسه نگاه کنید. نه، اگر حسین ابن علی امروز میبود با وضعیتی بسیار بدتر از آنچه که با آن روبرو هستیم روبرو بودیم. کما اینکه در دوران خلافت علی ابن ابی طالب ما بارها اشاره کردیم یک جو ارعاب و وحشتی در کوفه وجود داشت که کسی اعتراض نمی کرد. ما اینها رو در برنامه های متعددی در مورد زندگانی علی بهش اشاره کردیم. اینها از این بابت اهمیت داره که این الگوهای دینی وقتی تبدیل میشن به اسطوره ها و فرهنگ سیاسی ما رو میسازند، ما دچار مشکل خواهیم. مردمی که به دنبال دموکراسی هستن الگوهایی دارن، یعنی تفکر اونها بر سمت و سوی است که نگاه میکنن ارزش های دموکراتیک نزد کدام یک از این شخصیت های جهان وجود داره که بتونن از او الگو برداری کنن. وقتی کسی الگوی او علی ابن ابی طالبه، وقتی کسی الگوی او حسین ابن علی است، دیگه صحبت از حقوق بشر نمیتونه بکنه، چون حقوق بشر در اندیشه اینا وجود نداره. حقوق اسلامی رو دارن، حقوق الهیاتی رو دارن و برای پاسداری از اون کشتند و کشته شدن. متاسفانه امروز از همین شخصیت ها میخوان الگوی جدیدی بسازن. گویی حسین دموکرات بوده، آزادی خواه بوده، به سکولاریسم باور داشته. به هیچ عنوان. اگر حسین به سکولاریسم باور داشت که دیگه مسئله امر به معروف و نهی از منکر وجود نداره. امر به معروف و نهی از منکر یعنی این که من ببینم در درون جامعه کسی غیر دینی رفتار میکنه، غیر الهیاتی رفتار میکنه، بروم و اون رو نصیحت میکنم. و حالا طرق مختلف نصیحت رو هم داریم. در کنار این مسئله، صحبت از جانشینی یزید اهمیت داره. یعنی از سال 52 تا 55 معاب یه تصمیم میگیره برای عدم ایجاد مشکل در جامعه اسلامی، بنابر پیشنهاد نقل تاریخی مغیرت ابن شعبه شروع بکنه به جانشینی یزید. یعنی سعی بکنه بزرگان آن زمان جهان اسلام رو، اونهایی که رؤسای طوایف بودن، اشایر بودن، قبایل بودن، گروه های شهری بودن رو جذب که بتونه برای بعد از دوران خلافت خودش یک انتقال آرام خلافت رو داشته باشه. توفیقاتی حاصل کرد در بین سالهای 52 تا 55. در سال 57 هنوز بودن کسانی که جزء بزرگان بودند و با یزید بیعت نکردند، که منابع تاریخی چهار شخصیت شاخص رو در این زمینه ذکر میکنند: یکی عبدالله ابن عمر، یکی عبدالله ابن زبیر، دیگری عبدالرحمن ابن ابی بکر و چهارمی حسین ابن علی. معاویه در موسم حج وقتی به مدینه میاد که به طرف مکه بره، با این افراد گفتگو میکنه و سعی میکنه به اونها وعده هایی بده
موافقت اونها رو برای خلافت جلب. شرح گزارشاتی رو بلازوری و دیگر افراد آوردند در مورد این مسائل مختلف، اما مهمترین بخش پیشنهادی است که عبدالله ابن زبیر به معاویه میگه و به او میگه که شما سه راه رو در پیش داری، یا راه پیامبر اسلام رو برو، یعنی برای بعد از خودت کسی رو تعیین نکن تا مردم کسی رو تعیین کنن، یا راه ابوبکر رو برو، یعنی برای خودت جانشین تعیین کن اما نه از قبیله خودت، چون ابوبکر در زمان مرگ عمر رو تعیین کرد ولی ابوبکر از بنی تیم بود و عمر از بنی عدی، یعنی دو بیت جداگانه در قریش. ابن زبیر هم به او همین پیشنهاد رو میده، میگه شما اشکالی نداره کسی رو تعیین میکنه اما جز خویشاوندان خودت نباشه، از بنی امیه نباشه. و سومین پیشنهاد این است که مثل عمر رفتار کن، یعنی یک شورای تشکیل بده از بزرگان، اونها بین خودشون کسی رو انتخاب کن، چون عمر هم 6 نفر تعیین کرد. اتفاقا این سه راه بعدها تبدیل شد به طرق مشروعیت خلفا در فقه سیاسی اسلامی در میان اهل تسنن، چون در قرآن چیزی نیامده که شما چگونه باید شخصی رو برگزینید، این بخشش پوشیده بود. مسلمانان به سنت خلفا عمل کردند، یعنی برگزیده شدن ابوبکر در سقیفه بنی ساعده رو به عنوان اربابان حل و عقد یا اهل حل و عقد، کسانی که باز میکنن و میبندن، یعنی حق تعیین خلیفه رو دارن، منظور کرد. در زمان ابوبکر نظریه نسب هم اضافه شد، یعنی ابوبکر عمر رو منصوب کرد، البته او مشورت کرد با برخی از صحابه، یعنی رأساً اقدام نکرد، با عثمان، با زبیر، با طلحه، با دیگران مشورت کرد و عمر رو برگزید. اما این نظری نسب، این رو هم به عنوان یکی از طرق انتخاب خلیفه مشروعیت. سومین وجه از سنت عمر ایجاد شد، جایی که در زمان مرگ 6 نفر رو تعیین کرد که شما بنشینید از میان خودتون، یعنی علی، عثمان، طلحه، زبیر، عبدالرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص، یکی رو انتخاب کن، که ماحصل اون شد خلافت عثمان ابن عفان. این هم به عنوان یک نظریه مطرح شد. بنابراین وقتی عبدالله ابن زبیر این سخن رو میگه بیوجه نیست، چون این طریقه رسیدن به خلافت. خب معاویه این کارها رو نمی کنه و کماکان اصرارش بر این است که بخواهد از یزید به عنوان جانشین خودش استفاده بکنه. ضمن اینکه بحث‌های خب شیعیان مطرح کردند که معاویه برخلاف آنچه که در عهدنامه آمده بین معاویه و حسن رفتار کرد، چون قرار بوده بعد از معاویه حسن یا حسین بیاین، که این کاملا خلاف مفاد اون عهدنامه است، چون این مفادی وجود نداره، یا اگر نقل‌های اون رو آوردن نقل‌های شاذی است نه نقل‌های عمومی، و اساساً چون این چیزی مقدور نبود. ضمن اینکه خود معاویه دست بالا رو داشت و نیاز نبود که بخواهد به حسن امتیازی بده، آن هم برای جانشینی بعد از خودش. بنابراین این مسائل بلاوجه. نکته دیگر این که در میان مخالفین خب الزاماً همه غیر اموی نبودن، خود امویان هم با این سبک انتخاب معاویه برای یزید مخالف بودن، که چهره شاخص اونو مروان ابن حکمه که از بزرگان آسی اموی است، چون فرزند حکمه ابن عبدالعاص، چون امویان به دو دسته آس و عیاس تقسیم میشن. به هر حال مروان معتقد بود که آقا ما این همه شیوخ بزرگ داریم، شما به چه دلیل به یک جوان به عنوان ولیعهد یا جانشین خودت حق میدی؟ حتی آوردن که مروان گروهی از بزرگان اموی رو جمع کرد در دربار دمشق و اعتراض کرد به معاویه که این رفتار شما رفتار درستی نیست. و البته نظر مروان درسته، چون ما در تاریخ اسلام نداریم مسئله جانشینی از پدر به پسر، آن هم زمانی که دیگران اون رو تایید نکنن. شما اگر به تاریخ اسلام نگاه بکنید میبینید محیط برآمدن اسلام جایی است که بزرگان دور هم می نشستند و بر اساس دو مسئله، یکی شیخوخیت و دیگری لیاقت،
افراد رو تعیین میکرد. حتی مروان ابن حکم هم که بعدا خلیفه میشه، خلافت رو در دو پسر خودش قرار میده، یکی عبدالملک و دیگری عبدالعزیز. و جالب اینه که وقتی عبدالملک فوت میکنه، چهار پسر او خلافت میکنن و یکی هم از فرزندان عبدالعزیز. یعنی اینگونه نیست که نظریه نسب داره اعتبار باشه به شکل مطلق اون، بلکه هنوز هم شما میبینید در میان امویان این مسئله شایستگی وجود داره. یعنی بعد از عبدالملک پسرش ولید ابن عبدالملک خلیفه میشه، بعد از او سلیمان ابن عبدالملک، بعد عمر ابن عبدالعزیز، بعد از اون یزید ابن عبدالملک و در نهایت هشام ابن عبدالملک. یعنی چهار پسر عبدالملک خلیفه میشن دیگه. بعد از ولید ابن عبدالملک خلافت به پسرش یزید ابن ولید ابن عبدالملک نمیرسه. عرضم این است که این نظریه رو معاویه ظاهرا از شامات و مناطق دیگر و البته بنابر پیشنهاد مغیرت ابن شعبه و دیگران وام گرفته بود، چون اینها کسانی بودند که با فرهنگ‌های دیگر آشنا شده بودند و آرام آرام مؤلفه‌های ایرانی و رومی وارد این دستگاه سیاسی شد. بعدا هم شیعه از این ترفند استفاده کرد که بعد از پدر پسر ارشد بتواند خلیفه باشه، که شما این رو در سنت‌های پادشاهی ما داشتید و بعدا وارد دستگاه شیعی هم شد. البته اونها چون قدرت نگرفتن، مسئله امامت مطرح شد، یعنی امامت از شخصی به پسر بزرگ او برسه. خب این مشکلات بزرگی رو ایجاد میکرد، ولی دیدیم تا آخرین روزها کماکان معاویه نتوانست نظر مساعد این چارتن رو جلب. دیگه از شیعیان معتقد هستند که خب به همین دلیل است که خلافت یزید نامشروعه، نامقبوله، چون بودن چهار نفری که با یزید بیعت نکرد، در حالی که ما میدونیم مقصود از بیعت، بیعت اکثریتی نه بیعت تمام افراد. چون خود علی ابن ابی طالب هم وقتی خلیفه شد خیلی ها با او بیعت نکردن، خیلی از صحابه بزرگ مثل زید ابن ثابت، حسان ابن ثابت، کعب ابن مالک، محمد ابن مسلمه، سعد ابن ابی وقاص، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن زبیر، خیلی های دیگه با او بیعت نکرد. معاویه در شام، اما چون اکثریت با علی ابن ابی طالب بیعت کرده بودن، به نوعی خلافت او نزد شیعیان مشروعیت داشت. همین مقدمه استدلال رو، همین دلیلتون رو باید در مورد یزید هم به کار ببرید و میبینید که اتفاقا مخالفان یزید خیلی کمتر از مخالفان علی هستن، چون قاطبه جهان اسلام آن زمان یعنی بزرگان قریش و دیگر گروه ها با یزید بیعت کرد. در مورد داستان حضور حسین در کنار معاویه و در دوران او، جدای از این مسائل سیاسی که عرض کردیم، مسائل مالی متعددی هم وجود داشت. یعنی بخشی از اون پاداش هایی بود که معاویه به حسین ابن علی، به حسن ابن علی، به عبدالله ابن جعفر و گروه های دیگر شیعی میداد و اونها هم می گرفتن. یعنی اینگونه نبود که اینها رو حرام بدانند و قاسبانه بدانند و این داستان ها. از این مراودات مالی بسیار زیاد بود، حتی مراوداتی در مورد بحث های ازدواج، طلاق و خیلی از امور دیگر هم میان اینها رایج بود. یعنی این دشمن تراشی که بعداً دستگاه های تبلیغاتی شیعه سعی کردن بسازن که گویی امویان یک سره با آل علی دچار مشکل بودن، خطاست. البته اختلاف نظر هم داشتن، گاهی نزاع میان برخی از علویان و امویان تبدیل میشد به جنگ، به نزاع. اما در کنار هم مثل آن داستانی که میگوین اگر گوشت هم رو بخورن استخوان هم رو دور نمیریزن، به هر حال با هم بودن و نزاع اونها نزاع بحث حکومتی و مسائل مالی. جالب این هست که برای شناخت خلق و خوی حسین ابن علی بد نیست نگاهی بیندازیم به یکی دو واقعه خیلی جالب در دوران حسین ابن علی که بعدن البته در دوران یزید هم رخ داد، و آن گرفتن یا بهتر بگوییم غارت کاروان معاویه است. چون ما در دوران یزید هم داریم که حسین دست به این کار زد، اما در مورد معاویه داستان خیلی جالب تره. حسین ابن علی با معاویه صلح کرده، بیعت کرده، در عهد با اوست. خب طبیعی است معاویه هم از مواهب خودش به او میده،
اما خلق و خوی حسین ابن علی خیلی جالبه به عنوان یک انسان در درون یک جامعه سیاسی. ببینیم او چه میکنه. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در جلد 18 به یک داستانی در باب سعه صدر اشاره میکنه. سعه صدر رو به معاویه میخواد نسبت بده که نسبت به برخی از رفتارهای افرادی در آن زمان تا چه اندازه سعه صدر داشته اینها رو تحمل میکرده. یک داستانش مربوط به حسین ابن علی است. من این رو خواهم خوان، بعد نگاهی خواهیم داشت به یک داستان دیگری که از مسلم ابن عقیل رخ میده که حالا هر دو این شخصیت ها هم برای ما جالبن در داستان کربلا. خب ببینیم ابن ابی الحدید در جلد 18 صفحه 426 چه می آورد. مالی از یمن سوی معاویه آورده شده بود. مالی بوده که به عنوان خراج والی یمن میفرستاد برای معاویه. پس چون آن کاروان مال از مدینه گذشت، حسین ابن علی علیه السلام بر آن حمله آورد و آن را گرفت و میان خانواده و موالی خیش تقسیمش کرد. یعنی این مالی که گرفته بود داد به همین نزدیکان خودش، خانواده خودش و بردگان خودش و کنیزان خودش که آزاد کرده بود به اونا داد. به فقیر فقرا و اینها نداده، به خانواده خودش داده این مال حکومتی رو. برای معاویه نوشت از حسین ابن علی به معاویت ابن ابی سفیان. اما بعد همانا کاروانی از یمن بر ما گذشت که مال و زیورالات و انبر و عطر سوی تو می آورد تا در خزینه های دمشق ودیعت نهی و بدان زادگان پدرت را، پس از سیرابی نخست پی در پی سیراب سازی و من بدانها نیاز داشتم پس آنها را گرفتم و سلام. یعنی سند غارت کاروان حکومتی رو به خلیفه داره گزارش بود. پس معاویه سوی اون نوشت از نزد بنده خدا معاویه امیر مؤمنان به حسین ابن علی، سلام بر تو باد. اما بعد همانا نوشتت رسید که در آن یادآور می شوی که کاروانی از یمن مال و زیورالات و انبر و عطر سوی من می آورد تا در خزینه های دمشق ودیعت نهم و بدان زادگان پدرم را از پس سیرابی نخست پی در پی سیراب سازم و اینکه تو بدان محتاج بودی پس آن را گرفتی در حالی که تو شایسته گرفتن آن نیستی چون آن را به من نسبت دادی. میگه خودت گفتی این مال مال منه، پس به چه دلیل مال منو میگیری؟ خودت که مقر و معترف هستی به اینکه این مال مال خلیفه است، به چه دلیل اونو تصاحب کردی؟ بعد ادامه میده، زیرا والی بدان مال سزاوارتر است، سپس بر اوست خارج کردن از آن. یعنی این مال مال والیه، والی باید این مال رو بگیره، حقوق کارمندان رو بده، حقوق نظامیان رو بده، امور کشور رو سامان بده، اینا مال بیت الماله. تو چیکاره ای که اینو میگیری؟ مال اون شخص والی است. به خدا سوگند اگر آن واگذاشته شود تا سوی من شود در بهرهت از آن کم نگذارم، ولی گمان کردم ای پسر برادرم که در سر تو خشمی است و دوست دارم که آن در زمان من باشد تا منزلتت را دانم و از آن درگذرم. معاویه میگه اگر به اجازه بدی این کاروان به طرف من بیاد، مثل همیشه که هدایایی به تو میدیم، حالا این بارم به شما یک سهمی میدیم، ولی احتمالاً تو به دنبال نیت‌های خاصی هستی. هرچند دوست دارم که این رفتارهای غیر اخلاقی تو در زمان من باشه، که من میدونم تو به هر حال کسی هستی که خب پیامبر دوستت داشته و این داستان‌ها، منزلت تو میدونم، ازش میگذرم. ولی حالا ادامه میده نکته جالب‌تر، ولی به خدا بیم آن دارم که به کسی گرفتار شوی که قدر دوشیدن ناقه ای تو را مهلت ندهد. میگه حالا اینه که در زمان منه،
ولی من میترسم که تو روزی گرفتار کسی بشی که به اندازه دوشیدن یک شتر ماده، ناقه شتر ماده است، جمل شتر نره، به اندازه دوشیدن یک شتر ماده هم به تو مهلت نمیده که فردا بخوای در زمان حکومت او، منظورش یزیده، در زمان حکومت او این کارا رو بکنی. و در پای نوشتهش نگاشت، خب یک شعری هم میگه که ترجمهش رو من میخونم. ای حسین ابن علی، آنچه به عنوان علت آوردی روزی روا و جایز نباشد. میگه این که من نیاز داشتم اینو گرفتم، این روزی نیست، این حرامه، تو حق ندارم چی کاری بکنی، تو با من بیعت کردی. مگه میشه کسی با خلیفه بیعت بکنه اما مال او رو بدزده، غارت بکنه؟ جوری که سنگ رو سنگ بند نمیشه. شما در دوران علی ابن ابی طالب تاریخش رو نگاه بکنید، آیا علی میپذیرفت کسی از بیت المال بدزده و نذاره سر جاش؟ گرفتنت آن مال را در حالی که بدان مأمور نبودی، همانا این از سوی حسین شتاب است. آن را اجازت دادیم و برای آن به خشم نیامدیم و از حسین آنچه انجام داد را تحمل کردیم. ای حسین ابن علی دارای آرزو، برای تو از پس من جهشی است که تحمل نشود و دوست دارم که من خود شاهد آن باشم، پس آن را با اخلاقی که مهلت میدهد از تو عهدهدار گردم، یعنی من ازت میگذرم. همانا من ترسم که بسوزی بدان که نزدش تیغ بران پیشی گرفته است. در صفحه 426 و 427 جلد 18 کتاب شرح نهج البلاغه ابن ابی الحکیم، خب از شیعه دوستان و علی دوستان بسیار بزرگی است ابن ابی الحدید، ولی در باب سعی صدر این مسئله رو اشاره. نکته بسیار جالب این است که آقای آیتی، یعنی همان محمد ابراهیم آیتی، در تاریخ عاشورا یک مجموع سخنرانی است، شخصی به نام آقای غفاری اینها رو در واقع آماده کرده و سخنرانی ها رو نوشته و در واقع تهیه کرده، همین مسئله رو تایید میکنه و اتفاقا از این موضوع به عنوان یکی از سوابق قیام حسین نام میبره که بله حسین فقط در زمان یزید نبود که با این دستگاه مشکل داشت، بلکه همون زمان هم سعی میکرده با این رفتارهایی که ما خواندیم نشان بده اعتراض خودش رو. در صفحه 14 بررسی تاریخی عاشورا، این بخشش مربوط به آقای علی اکبر غفاری است اما مجموعه این کتاب مربوط به سخنرانی های آقای محمد ابراهیم آیتی است. وقتی مالی از راه مدینه از یمن به شام برای معاویه می بردند، حضرت تمام آن اموال را مصادره کرده و بین بنی هاشم تقسیم نمود و بعد رسیدش را با نامه عتاب‌آمیز برای معاویه فرستاد. جالبه، رسید دزدی و سرقت رو برای معاویه فرستاد که بفرما آقا من مالتو گرفتم در میانه راه، در صفحه 14 و 15. و بعدا ما میبینیم که در تنعیم، زمانی که حسین از مدینه به مکه میره و میخواد خارج بشه، همین واقع اونجا هم رخ میده. طبری شرحش رو آورده، اشاره میکنیم به این مسئله، بقیه مورخان اسلامی هم به اون کم و بیش اشاره کردن. این همون جایی است که معاویه اشاره میکنه که بعد از من این کارها رو انجام میدی که تحملت نمی کنند. داستان همین جاست که میبینیم حسین بعدا هم این بار در برابر یزید دست به مصادره کاروان دولتی میزنه. آنگاه حسین برفت تا به تنعیم رسید و کاروانی را آنجا دید که از یمن می آید و بحیر ابن ریان، البته برخی نقل ها ریسان، همیری که از جانب یزید عامل یمن بود برای وی فرستاده بود با کاروان روناس و حله که پیش یزید می بردن. حسین کاروان را بگرفت و همراه ببرد. پس از آن به شتربانان گفت شما را مجبور نمی کنم، هر که خواهد با ما به عراق آید کرایه او را می دهیم و مصاحبتش را نکو می داریم.
و هر که نخواهد و همینجا از ما جدا شود، کرایه او را به مقدار مسافتی که پیموده می دهیم. در صفحه 2968-9 جلد هفتم. یعنی حسین اشاره می کنه، میگه اگر ما میاید که بسیار هم عالی، اما اگر نمیاید، چون این شتربان ها کسانی بودن که اون خزانه و اموال بیت المال رو حمل میکردن و میبردن به شهرهای مربوطه، کرایشون مثل رانندگان امروز ما که اموال شرکت ها و نمیدونم چیزها رو جابجا میکنن، کرایشون رو میگیرن. شتربان ها اینجوری بودن. حسین اموال دولتی رو میگیره و از اون شتربانانی که آدم های عادی بودن پولشون رو به اونها میده و بقیه اموال یزید رو تصاحب میکنه. همین مسئله امروز در درون جامعه اسلامی اگر رخ بده، مثل جمهوری اسلامی، دیدید یه دانشجو رو میکشن، یک جوان رو میکشن که چرا چند تا صد تا آشغال رو آتش زدی، به بیت المال خسارت زدی، تو محاربی، تو مفسد فی الارضی. ما چقدر پرونده از اینها دادیم. صحنه هایی رو نشون میدن که یک شخصی یه صد تا آشغال شهرداری رو آتش زد، درختی رو کنده، یا انبا و اقسام این مسائل جزئی، میبرنش در دادگاه جمهوری اسلامی. اونجا بهش میگن تو محاربه با خدایی، تخریب اموال عمومی کردی، تخریب بیت المال کردی، و بعد حکم اعدام میدن. حالا حسین ابن علی رو شما نگاه بکنید، اموال خلیفه رو میدوست، دو خلیفه، یکی معاویه و یکی هم یزید. تو اگر انسان اخلاق مداری هستی، نیاز به این کارا نداری. آقای رسول جعفریان به همین مسئله اشاره میکنه، یعنی دزدیدن کاروان معاویه و غارت و مصادره اون در تنعیم. امام حسین در تنعیم با کاروانی از یمن روبرو شد که هدایایی را از سوی، منظورش از هدایا خراجه، حالا چون خواهد یه مقدار تلطیف کنه فضا رو، نمیگه خراج رو دزدید، میگه هدایا، از سوی حاکم امویان در یمن برای یزید میبرد، حضرت آن را تصرف کرد و از افراد آن خواست اگر مایلند همراه او به کوفه بروند و اگر نمیخواهند آزاد هستند. چند نفر همراه امام شدند که در نهایت سه نفر آنها تا کربلا کنار امام ماندند. و این نقل رو از بلازوری در کتاب انساب بلازوری آورده و خودش هم در تأملی در نهضت عاشورا در صفحه 119 به این مسئله اشاره میکنه. خب پس دیدیم حسین ابن علی با آن همه مواهبی هم که از حکومت معاویه میگرفته، ولی در بزنگاهایی هم دست به این کارهای عجیب و غریب میزده. در کنار این بد نیست نگاهی بیاندازیم به برخی از همین رفتارهای اهل بیت و نگرش معاویه به آنها، چون نکات جالبی داره اینها. یکی از این افراد مسلم ابن عقیله، کسی که به داستان او خواهیم رسید در کوفه و مسائلی از این دست. میخوام این شخصیت ها رو بشناسیم، حلق و خوی اونها، رفتار اونها و اینکه اونها نسبت به حاکمان چگونه رفتار میکردن، این افرادی که برای ما الگو ساختن. مسلم ابن عقیل فرزند عقیل ابن ابی طالب، برادر بزرگتر علی، که زمانی تصمیم میگیره، حالا کور هم شده، سن بسیار زیادی داره، و به نزد معاویه میاد. به معاویه میگه من یک کنیزی دیدم که خیلی خوشم آمده از او، نزدیک به 40,000 درهم قیمتش. معاویه تعجب میکنه، میگه خب تو با این سن و سال، با این پیری، تازه کور هم هستی، چه نیازی داری که بخوای یک چنین کنیزی رو بخری و این داستان ها. به هر حال معاویه این پول رو پرداخت میکنه و این کنیز رو برای عقیل ابن ابی طالب میخره. بعدا مسلم ابن عقیل از این کنیز به دنیا میاد. مسلم وقتی 18 ساله میشه میره به نزد معاویه. خب نه ارتباطاتی داشتن، میرفتن مالی میگرفتن و این داستان. حالا دقت کنید، فروش مال غیر رو از مسلم ابن عقیل و یک کلاهبرداری مالی. مسلم ابن عقیل میره نزد معاویه. به معاویه گفت ای امیر المؤمنین، مرا در فلان جای مدینه زمینی است که 100,000 درهم میخرند و دوست دارم اگر تو بخواهی
آن را به تو بفروشم، پولش را به من بده. معاویه فرمان داد آن زمین را گرفتند و بهای آن را به مسلم پرداختند. چون این خبر به امام حسین علیه السلام رسید، نامه‌ای به معاویه نوشت که نوجوانی از بنی هاشم را فریفته ای و زمینی را که در واقع از او نبوده است از او خریده ای. در حالی که فروش مال غیر رو مسلم انجام داد، یعنی خودش رفت و گفت که آقا داستان اینه و من زمینی دارم، این از من بخر. امام حسین دست و پیش گرفته، میگه تو اونو فریب دادی و این زمین ازش خریدی، در حالی که زمین اصلا مال این نبود. اینک پولی را که داده ای از آن نوجوان بگیر و زمین ما را به خودمان برگردان. ظاهرا زمین مال حسین بوده، مسلم اومده و این زمین رو فروخته. معاویه به مسلم پیام فرستاد و چون آمد نامه امام حسین علیه السلام را برای او خواند و گفت مال ما را پس بده و زمینت را پس بگیر، چون ظاهرا چیزی را که مالک نبوده ای فروخته ای. مسلم گفت این کار را بدون اینکه سرت را با شمشیر بکوبم انجام نخواهم داد. مال غیر فروخته، حالا صاحب، یعنی خریدار اون مال که دیده این مال اون نیست و مالکش اومده، میگه خب آقا این زمین تو بگی پول منو بس بده. میگه نه، سرتو میبرم. این کار را بدون اینکه سرت را با شمشیر بکوبم انجام نخواهم داد. معاویه در حالی که از شدت خنده به پشت افتاده بود و پاهای خیش را به هم میمالید گفت پسرکم، به خدا سوگند این سخنی است که پدرت هنگامی که مادرت را برای او خریدم گفت. معاویه آنگاه برای حسین نامه ای نوشت که من زمین شما را به خودتان برگرداندم و آنچه را هم که مسلم گرفته حلالش کرد. شما فقط مقایسه بکنید این شخصیت ها رو. اینو ابن عبدالحدید آورده ها، یعنی کسی که معتقد معاویه در جهنمه، یعنی اصحاب صفین در جهنم هستن. اما چون یک شارح نهج البلاغه منصفه، با اینکه علی دوست، حسین دوست، اهل بیت رو دوست داره، ولی این واقعیت ها رو میاره. حتی در جایی از شرح نهج البلاغه 20 جلدی خودش اشاره میکنه، میگه من درست امر و آس رو قبول ندارم، اما برخی از فضایل او رو میارم، چرا که هر انسانی دارای فضایلی هست، رضایلی داره. این نفس شما میبینید که تفاوت میان اهل بیت با معاویه و دیگران چگونه است. حالا نه اینکه اونها خوب بودن ها، نه، اونها هم آدم های جنایتکاری بودن، ولی مسئله بر سر اینه، الگوسازی بلاوج از برخی از اشخاص، در حالی که روحانیت اینا رو خونده، روحانیت اینا رو بلده، بر روی منبر چیز دیگه ای میخونه برای شما، اما در غارت اموال شما، وعده های درو، به همین طریق رفتار، کشتن شما، تا زمانی که در رأس قدرت نیستن حسین بار عمل میکنه، با دربار نزدیک میشن، از دربار پول میگیرن، با اونها مواهب و نعماتشون رو تقسیم میکنن، زمانی هم که به قدرت برسن مثل علی گردن میزنن، میکشن، دست میبرن، پا میبرن. روحانیت اینا رو خونده، ولی مردم ما چون نخوانده فکر میکنن که نه، یه گروهی بودن مظلوم از همه جمع و یه گروه دیگر ظالم و یک سره در حال دشمنی، در حالی که میبینیم این گونه هم نیست. معاویه ادامه میده، معاویه آنگاه برای حسین علیه السلام نامه ای نوشت که من زمین شما را به خودتان برگرداندم و آنچه را هم که مسلم گرفته حلالش کردم. امام حسین فرمود ای آل ابو سفیان، شما فقط میخواهید کرم و بخشش کنید. در صفحه 93. خب این مراودات هم
در اون زمان وجود داشت، تا اینکه معاویه در سال 60 فوت میکنه، میانه سال رجب، ماه رجب در سال 60. پس میبینیم که بعد از مرگ علی تا زمان مرگ معاویه نزدیک به 20 سال زمان برده، که در این 20 سال حسن و حسین با معاویه هم عصرند. اما نکته این که در این 20 سال حسین از جهت فقاهت و روایت یکی از کم اثرترین امامان شیعه است، که این هم جای بحث داره که چگونه امامی در طول 20 سال نتوانسته شاگردانی رو تربیت کنه از جنبه فقاهت، روایت و مسائل اسلامی و به خصوص شیعه دست پری داشته باشه. به همین دلیل است که در مورد حسین ابن علی روایت خیلی کمی در مسائل روایی وجود داره، و شاید این به خاطر اون قلت دانش یا معلومات او هم باشه. بنابراین بحثمون رو تا اینجا ختم میکنیم. در جلسه بعد وارد بحث یزید ابن معاویه و مسائل مربوط به حکومت و بیعت حسین خواهیم شد که جنبه های اون برای ما روشن بشه. سپاسگزارم از شبکه پارس جناب شهرتی عزیز، و تا فرصت دیگر که در خدمت شما باشم، بدرود و پایدار باشید.